سرخط سه خبر مهم. مصاحبه کریم اندرابی فرمانده جبهه آزادی با مختار وفایی روزنامه‌نگار اندپندنت فارسی. ویدیو تازه درس شده از شهید زبیر که توسط طالبان کشته شده است و اشک را از چشمانتان جاری میکند. طالبان در بغلان یک نظامی پیشین را بازداشت کردند و پسرش را به قتل رساندند. طالبان قتل خانم را در ولایت پنشیر تایید کردند. سلام و سرویس اطلاع رسانی این فوتیوی خوش آمدید. لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. طالبان در بغلان یک نظامی پیشین را بازداشت کرده و پسرش را کشتند. منابع محلی در ولایت بغلان میگن که طالبان یک دگروال حکومت پیشین را با دو پسرش و یک فرد دیگر بازداشت کرده و یک پسر دیگرش را کشتند. این دگروال آدینه محمد آزاد نام دارد و در حکومت پیشین رئیس ارکان قول اردوی 209 شاهین در شمال بوده است. یک منبع گفته است که این نظامی پیشین هنگامی که میخواست همراه با سه پسرش به کابل بیاید، در ولسوالی خنجان بغلان توسط طالبان متوقف شدند. با گفته منابع، طالبان یک پسر آدینه محمد آزاد را با شلیک گلوله کشتند و خودش را با دو پسرش و یک فرد دیگر بازداشت کردند. مسئولان محلی طالبان در بغلان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. طالبان در حالی که عفو عمومی را اعلام کردند، بارها نظامیان پیشین را بازداشت و در برخی موارد شکنجه و به قتل می‌رسانند. منابع محلی در کاپیسا نیز گفتند که طالبان شب گذشته در ولسوالی نجراب این ولایت یک افسر حکومت پیشین به نام مزمل نجرابی را هم تیرباران کردند. خبر بعدی، طالبان قتل خانم را توسط این گروه در پنشیر تایید کردند. مسئولان محلی طالبان در ولایت پنشیر تایید میکنند که یک تکتیرانداز این گروه یک زن را که در این ولایت به جبهه مقاومت غذا میبرد به شلیک گلوله از پا درآوردند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان برای پنشیر امروز گفته است که این زن به گونه غیر عمدی از سوی افراد آنان به قتل رسیده است. او افزوده است که در پیوند به این رویداد یک جنگجوی طالب بازداشت شده است. گفتنی است که یک خانم اوایل هفته جاری در روستای پرنگال ولسوالی آبشار آماج گلوله یک تک تیرانداز از طالبان قرار گرفت و جان باخت. این خانم 35 سال عمر داشت و از وی 5 کودک خردسال باقی ماندند. در واکنش به این رویداد شماری از بانوان پنشیر در یک فضای سربسته دست به اعتراض زدند و خواهان پایان کشتار غیر نظامیان از سوی افراد طالبان در این ولایت شدند. در چند ماه گذشته این چندمین مورد است که غیر نظامیان در پنشیر هدف گلوله افراد طالبان قرار گرفته و مسئولان محلی طالبان آن را سوی تفاهم خواندند. اکنون می‌پردازیم به گفتگوی ویژه و تازه مختار وفایی با فرمانده کریم اندرابی در مورد وضعیت اندراب و فرار طالبان. از شب شنبه دیر شده که طالبان لشکرکشی کرده بودن بر سر ما، از روز 8 بجه روز شنبه سر ما جنگ آغاز شد تا فعلا امرایشان ما مقامت کرده را ایدیم نگه کشته و مرده و از واد زخمی هم زیاد در جهدات 30 نفر از واد کشته و زخمی دارن. خودی من یک جد فرمانده جبهه آزادی هستم. ما خبر داشتیم، آمدگی خود داشتیم امرای دیگه پرسنل های خود، همکارای خود، برادرای خود دیگه، ما آمدگی خود داشتیم. سری ما لشکرکشی کردن، تعرض کردن تا فعلا فضل خدا سری ما کامل و موفق نشدن. 30 نفر مرده و زخمی دارن. و از جانب جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی تلفات و تلفاتی که وارد شده، کشته یا زخمی در چه حد است؟ گزارش از این مورد به رسانه نرسیده. یک نفر شهید داریم از جبهه مقاومت است فعلا. و فعلا کدام ساحات به دست شما است؟ کدام ساحات از کنترل شما خارج شده در جریان زد و خورد؟ فعلا از روز شنبه تا فیلال در کوههای یخدان نام داره، کوه یخدان که مربوطی ما هست فعلا اینجا هستیم. از روز شنبه به این طرف ما درگیریم. بله، در جریان درگیری ها موقعیت ها تغییر تبدیل شده، یعنی ساحات را از دست دادین شما؟ نه فعلا ما فعلا برال هستیم، در کوه هستیم، امرایشان مقابله کرده رویتیم، جنگ کرده رویتیم و تازه نفر را تبدیل میکنن.
روزانه 100 نفر 50 نفر همراه دیگر بیان میکنن از تو دیگر 100 نفر بالا میکنن که همراه ما بجنگن. کسانی که از جانب طالبان می جنگه اینا بیشتر بومی های خودی بغلان و اندراب هستن یا افرادی از دیگه ولایت اعزام میشن به جنگ؟ از قندار هلمند آمده بودن امروی ما جنگیده رایتن دیگه فعلا هم دیگه امروی ما اصطورتن جنگ در گیرد بین ما نسته. آها بله. و قاری فسیودین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان هم در دیسلا یا در خوست حضور داره، ما عکسایش را دریافت کردیم. بله. شما معلومات دارین از حضورش؟ بله ها در بیتلا حضور داره. بله یعقوب خودش هم حضور داشت آمده بود. بله تیاره چست بالا یعویش هم یک دو تا سری ما خیلی که جرات کرد انداخت کرد. آها. و روحیه جنگی در دو طرف چگونه است؟ از جانب طالبا رو چگونه ارزیابی میکنین و از نیروی خودتان رو چگونه میبینین؟ رویا خو فعلا فضل خداوند دیگه ما خو فعلا برال هستیم دیگه فعلا تریپای هستیم فضل خدا منطقه ما بلد هستیم منطقه را دیگه ما انشالله با توکل پروردگار سر از یا جنب هم نگیریم بخیطر جنب باشه. اکنون میپرازیم به ویدیوی تازه از احمد زبر شهید که چند دقیقه قبل در دره یارزو در جنگ رودرو با طالبان کشته شد. با اجازه همه نیروهای امنیتی و اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی دیگر شما کسایی هستین که داخترین نبردهای ولایت بغلان در هر نوع شرایطش با مردم همکار بودن. مردم همکار شماست. چندین باری که با مردم شیشتیم و خیستیم از شما خوبی یاد کردن. چشم ما باید در جان کسی، در نان کسی، در خانه کسی، در ناموسی کسی، در هیچ چیزی نیست. افغان کلکش یک افغان است، افغان برادر یکی دیگر است. ازبک و ازاره و تاجیک و پشتون و بلوچ و گجر و هیچ چیزی پیش ما مسائل ها پیش ما شما نیست. ما افغان های واقعی هست. هر روز، هر شوی که سری ما شما یک سال خیره شما رقمی فکر بکنید که نماز تهجد خوانده باشید. رقمی فکر بکنید که قضایی های چند دن وقتی نتان قضا شده باشه خوانده باشید. رقمی فکر بکنید که شما کسان هم یکی هستید که شب و روز قرآن میخونید، تلاوت میکنید. شما بازی افتخار مردم هستید، شما توانه های مردم هستید، شما آبرو مال مردم هستید، شما آبرو و عزت افغانستان هستید. فقط دیگه گفتنی ندارم، دعا میکنم اللهم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. خداوند تمام نیروهای امنیتی که در سنگرهای داغ مبارزه میکنن، خون میدین، خون میگیرن، خداوند برشان کامیابی، موفقیت، سرفرازی نصیب کنه. خداوند به ما و شما بازی مستحکم نصیب کنه. دشمن زبون در برابر ما و شما خوار و ذلیل بسازه. دستی ما و شما را با بسیار توانایی ما و شما را خداوند بالا ببره. ناره تکبیر، ناره تکبیر، ناره تکبیر.